Collision repair, auto painting, accident assistance, and auto detailing. Exotic. At Exotto, we pride ourselves in offering the very best collision repair and body shop services coupled with industry-leading customer care and the most comprehensive lifetime warranty available. With a 20,000 square foot state-of-the-art facility, all of our work is performed on-site using the finest tools and technology handled by professional licensed technicians. In the event of an accident, Exotto provides a completely seamless concierge service that starts at the scene of the accident. The new standard in car care. Exotto. That's the intro? در این قطعه کوتاهی که ملاحظه فرمودید کاریست از یک گروه هنرمند جوان در تورنتو به نام گروه دایره ها که امروز دو تن از این هنرمندان در استودیو هستند و امیدواریم که بتوانیم کارهای بهتر و بهترشون هم بعدها برای شما نشون بدیم. گروه دایره ها تشکیل میشه از چهار جوان هنرمند مانند شهاب برادران که رهبر گروه هستش، مونا کتابیان نامی آشنا که در تئاتر فعالیت داره و هنرمند جوان دیگری به نام سارا نژاد
که امروز من شهار برادرم و سارا نژاد رو در کنارم در استودیو دارم و برای اولین بار حضور شما عزیزانم معرفیشون میکنم. اجازه بخوام که خوش آمدی بگم به دوستان هنرمندم در استودیو. خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه های روبرو سارا جان. خیلی ممنون و امیدوارم که ببینیم کاراتون رو روز به روز بهتر و بهتر ببینیم. متشکرم از شما آقای مهیم به خاطر دعوت ما به برنامه دریچه های روبرو و سلام میکنم به بینندگان عزیز. بله و همچنین شهاب و برادران که این گروه رو گرهن ورده جمع کرده و خوش آمدید شهاب جان به برنامه. خیلی ممنون، سلام به شما میکنم، مرسی از دعوتتون و سلام به بینندگان دریچه های روبرو. و ما دایره هستیم، دایره ها. من گفتم چه دایره ها؟ حالا بعدا زیاد میشین دایره ها. بله دسته پرده ارز کنم حضورتون در حال دایره گروه دایره گروه جوانی است که تازه در حدود 2 سال همکارشون آغاز کردن. در کنار اونها مونا کتابیان، رضا مقدس هم هست بتونه با ما همکاری میکنن. بله اصلا نیما نیما نیستن. نه نیما تو بچه های دیگه. بله خب حالا ما بیایم با سارا شروع کنیم که هم تحق تقدم به خانم جوان هستش، همین هم که نزدیکتر به منه. سارا تو دوره ابتدایی رو در ایران تمام کردی؟ بله. و به کانادا آمدی؟ بله. در اینجا دبیرستان شروع کردید، رفتی تا فوق لیسانس معماری. بله. از واترلو. بله. آفرین بشه. مرسی. هنرمند از هر رشته. حالا ببینیم چطور شدش که اصلا آمدی و موزیک و موسیقی رو انتخاب کردی؟ آیا به هنرستانی رفتی؟ به دانشکده در این کار رفتی یا چی؟ من از بچگی موزیک رو دوست داشتم و خیلی کوچیک بودم منو کلاس عرف گذاشتن برای فقط بله موسیقی کودکان. از اونجا شروع کردم، بعد به کانادا که اومدیم کلاس های پیانو و صدا رو شروع کردم که در دبیرستان کلاس های پیانو میرفتم و عضو گروه کور بودم برای چند سال. بعد با ورود به دانشگاه متاسفانه تمام این کار هنری یه چند سال متوقف شد. خب حالا میرسیم به اونجا هنری یه دفعه نیست چون که رهبر گروه دنبخ نه بریم سراغ رهبر. خب شاید جان شما بگو ببینم، شما هم نوجوان بودی که ایران ترک کردی. بله. آمدید به اروپا. بله. بعد از اروپا آمدی به کانادا. بله. خب اصولا سازهایی که باش کار کردی مثل از اول من میدونم با گیتار شروع کردی، جاز، پیانو، بعد برگشتی به گیتار. اینا رو در کجا؟ در اروپا شروع کردی یا وقتی که آمدی به کانادا؟ من از ایران به ترکیه رفتیم، بعد رفتیم یونان. من یونان کلاس گیتار برداشتم ولی خیلی 9-10 سالم بود، بعد ول کردم، بعد اومدم کانادا. تو های سکول گرید 9 که بودم جاز برداشتم، ساز اولم بود، بعد پیانو تو های سکول، بعد رفتم پیش استادم داروشهر حسابی گیتار یاد گرفتم و بعدم گیتار برقی رو پیش استادم گری جان. بله. اونها پلی اون که دیگه رفتی راک کلاسیک خوندی و بروش شد؟ بله، پیش آقای حسابی کلاسیکال گیتار خوندم، پیش گری جان کلاسیکال راک و بلوز یاد گرفت. خب حالا ببینیم که سارا توی شما وکال هم میخونی؟ بله. توی آلبوم هیچ مگو مثل که من صدا توی آلبوم بله هیچ مگو بود که اونجا شد. خب وقت اینجا اصولا بعد از اینکه دوباره به موسیقی برگشتی مدتی فاصله افتاد بین تمریناتت و موسیقی، اونم به خاطر درسی که داشتی. بله. تا فوق لیسانس آرشیتک گرفتی آباتل رو. بله. بعد دوباره در برگشتی به موسیقی. بله. یعنی هنر مورد علاقت. بله. اون وقت در اینجا پلوی کی تعلیم آواز دیدی؟
توی مدتی که توی دانشگاه بودم با شهاب یه مقدار کمی روی آلبوم اولش که مرا دریاب بود کار کردیم. اینه که موسیقی کاملا استاپ نشده بود ولی خب خیلی کم کار میکردم. بعدش که دانشگاه تموم شد دوباره برگشتم پیش آقای سلیمان واسقی، آقای سولی عزیز، کلاسای صدا رفتم و ایشون استادم بودن. خب اون وقت شهاب چی؟ شهاب شما آهنگار همه خودت این ملودی ها رو میسازی؟ خودت تنظیم میکنی؟ یا بچه های دیگه باید؟ بله ملودی ها رو خودم درست میکنم، تنظیم کارم با من. ولی خب یه آهنگو برای گروه که درست میکنم، یعنی ما هر هفته تمرین میکنیم. اینا بچه ها مونا کتابیان و سارا هم باید، مونا هم جاش خالیه. بله مونا بله، موافق باشن که آهنگ خوبه یا مثلا قابل ضبط کردن هست. یا یعنی من فکر میکنم که شما همه کارهای این آلبومتون خانمتون همه رو خودتون انجام میدید. بله. چطوره که یک تیکه کوتاهی از این فیلم رو ببینیم و بعد برگردیم که ببینید بچه ها همه، حتی این آلبومی که بدن بیرون، همه کارشون رو همین گروه دایره در خودش رو انجام بدن. نگاه میکنیم به یه تیکه از این فیلم و برمیگردیم با گروه دایره است. رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش دارا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو. باید که جمله جان شوی را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. آفرین، بسیار کار زیبایی. واقعا شما در تینیجری با سنهای کم همتون از وطن مجبور به یه
مهاجرت اجباری مثل خیلی ها شدید، ولی پیوندتون با فرهنگتون، شعر کهنتون دارید که من میبینم توی کاراتون شعرهای مثل مال مولانا و شمس رو روشون آهنگ میذارید، کار میکنید. آفرین به شما ها، واقعا آفرین بهتون. و این کاراتون هم همه رو خودتون میکنید، طرح و دیزاین و آلبوم و، یعنی دیگه شما گرفتار بدقولی دیزاین نه نه تا سارا بدارید نه تا سارا بدارید کار میکنید. حالا ببینیم چطور شد که تصمیم به این شد که گروه دایره، گروه دایره، من آلبوم اولمو 2009 دادم بیرون به اسم به نام مرا دریاب، که تون آلبوم سارا نژاد شعر گفته بود. با سارا شعرم میگی؟ شاعر نیستم اصلا. یه چند تا شعر ترانه میگی یا شعر؟ چند تا شعر توی دوران دبیرستان، شعر نبود، چند تا ترانه توی دوران دبیرستان نوشته بودم، ولی به هیچ عنوان شاعر نیستم. خب چرا کار بکنی زیاد عرق ریزان روح بکنی شاعرم؟ خب میگفت بله. بعد در اون آلبوم با داروش افرسیابی، باربد بیات و رضا مقدس همکاری کردم. بعد آلبوم دومم به اسم هیچ مگو که همه اشعار مولانا بود، که در اون آلبوم با ریچارد یوگلو تنظیم شد. سارا نژاد با من هم بک وکال بودیم، هم با همدیگه خوندیم چند تا آهنگا رو، که بعد با دوستانی مثل مونا کتابیان، نیما اورنگ آشنا شدم، که قرار بود با هم دیگه ویدیو درست کنیم برای میوزیک ویدیو، که دیدم که خیلی ارتباط موسیقیمون قویه و بچه‌ها خیلی هنرمندن، که تصمیم گرفتیم که یه گروه درست کنیم، گروه موسیقی درست کنیم. خب وقت مثلا شما قبلا کار سارا، صدای سارا شنیده بودی؟ بله. دیده بودی؟ بله. با مونا مثلا؟ با مونا بله، قبلش داشتیم یه آهنگ سهراب سولو داشتیم ضبط میکردیم قبلش که اصلا گروه رو درست کنیم. یعنی اون با در پشت دریا نیست، مربوط به اون نیست؟ نه، قبلش ما داشتیم همکاری میکردیم، یعنی سر میوزیک ویدیو بود، بعد شروع کردیم که من داشتم با مولا آهنگ میساختم براش، بعد گفتیم خب چون که همه با هم دیگه خیلی ارتباط خوبی داریم تو موسیقی، و تصمیم گرفتیم گروه دایره درست کنیم. آفرین برای اینکه خوب حس هم دیگر رو درک میکنین. من تو کار آخرتون متاسفانه نتونستم بیام، که گذاشته بودید با سولی و استاد سولی هم در اونجا بودن. نامش بود چی؟ در همین پشت در شبی به یاد سهراب، اسم آلبومی که در اون شب بیرون اومد، که گروه دایره اولین آلبوم گروه دایره بود، به نام پشت دریاها. پشت دریاها. اون وقت شما بفرمید که من دیدم تو اکثر کاراتون شما از شاعرانی، الان نمیتونم بگم که شعرهای فرنگ، چون که من دیدم از شاملو هم کار اجرا کردید. بله. اینو چجوری انتخاب میکنید؟ یعنی آمده یه کتگوری، یه دونه جدولی برای خودتون یه پروژه گذاشتید که ما توی این سیرکل میگردیم با این شاعرها برنامه میذاریم، مثلا سهراب سپهری اینها، یا نه یه ایده ای رو میگیرید جمعی، بعد میشینید صحبت میکنید، بعد روی اون کار میکنید؟ آهنگا رو من درست میکنم برای گروه. اون ارتباط من هست با شعر. یعنی در واقع شما اول آهنگ رو میسازی بعد شعر رو میذاری؟ بعضی وقتا شعر رو خوشم میاد بعد آهنگ میذارم، بعضی وقتا آهنگ درست میکنم ملودی، و میبینم که مثلا اون شعری که میخوام مناسبه واسه اون ملودی، ولی خب بیشتر باید با اون شعر ارتباط قرار کنم که بتونم اون آهنگ رو درست کنم. بعد این کار که تموم شد، که به شکلی دمو میارم به بچه ها نشون میدم، به مونا و سارا، اونا موافقت میکنن که مثلا چنین آهنگی رو ضبط کنیم یا پرفورم کنیم. خب وقت سارا تو چی؟ تو بیشتر رفتی به طرف شعرهای مولانا، عراقی، اینها؟ چی باعث شد؟ چی مشابهت بود؟ من فکر کنم به خاطر اینکه از بچگی توی خانواده کلن شعرهای مخصوصا حافظ رو خیلی میخوندیم، حافظ و عراقی رو با پدر بزرگم معمولا میخوندیم، به خاطر اون بود که از
کودکی با اینا بزرگ شدم. بعد شهاب هم خوشبختانه خیلی به شعرهای مولانا علاقه‌منده، بعد خود به خود علاقه های کل بچه های گروه یکیه، برای همین شعرهایی که انتخاب میشه همه با هم موافقه. نباشه نمیتونید یک چیز یک دست حرف دلتون یکی باشه بدید بیرون. و چقدر خوبه وقت من شهیدم تو خیلی سختگیری میکنی برای شعرها. اینطور میگه حدافه من اینو میپسندم. و قبل از اینکه بشینیم برای مصاحبه شهاب تعریف میکرد که برای اشعاری که انتخاب میکنیم نظیر حالا نام نمیبریم، بعضی ها مثلا شعر مولانا رو برمیدارن یا یک مصرع یا یک واژه یا یک جاهی رو عوض میکنن، چیز دیگری جوش میذارن. و من هم خواست داشتم این کار میکردم، ولی سارا و بچه ها مخالف بودن با این کار، یعنی گفتن یا نمیخونیم شعر مولانا رو یا اگر میخونیم حرف مولانا رو میزنیم، که به نظر من هم بسیار کار خوبی میکنید. حالا پروژه آیندهتون چیه؟ برای آینده چه کارهایی دارید که برای بیننده ها بتونن بعدم ببینن این کاراتون؟ برای آینده ما یه برنامه داریم با آقای عارف محمدی که برنامه هست به مناسبه دکتر عطاس، بله، آخرین بازمانده یه زندانیان مسکو، بله، یک تو مارش هستش، مارش 3 ما اونجا اجرا میکنیم، من، سارا و مونا و آراز پشهی، بله، و رضا مقدس. در رام هم برنامه داریم برای عید نوروز، پرژن هریتیج، بله، عید نوروز. بعد چند تا برنامه بزرگ داریم که هنوز آفیشال نیستش، مثلا یه برنامه تو تکساس داریم تو آقای... بله، تو آقای سولی، همین شیبه سولی، سهراب سپهری رو با آقای سولی قرار اونجا اجرا کنیم. و چند تا برنامه دیگه هم داریم که در تورنتو هستن، ولی اونا هنوز، یعنی داریم دنبال جا هستیم و که چطوری برنامه‌ریزی کنیم. سارا شما چی؟ ما هم توی همین برنامه ها در خدمت شهاب. و غیر از اینا به فعالیت آرشیتکتستان میرسی یا نه؟ غیر از اینا بله، تدریس میکنم بعضی موقع کجا؟ هم در دانشگاه جورجبرن، کالج جورجبرن. آفرین آفرین به این هنرمندان خوب که ببینید در چه سن و سالی آمدن و چگونه رشد کردن. و همینجا هم من دعوتتون میکنم که برای برنامه زنده نوروزی ما حتما با دست پرتر بیاید، چند تا کار آماده کنید، منارم با خودتون داشته باشید که ما برنامه نوروزی به بیننده های خوبمون اون روزم کاراتون رو به عنوان یه سال که یادم رفت اومدم بگم ایدانه یاد شاهین فیاض افتادم. ستار میخونی پلی شاهین فیاض؟ بله بله. در چنار حالی الان تازه شروع کردی؟ تازه شروع کردم. خب امیدوارم که ستارتم بشنوید و خیلی ممنون که آمدید به برنامه دریچه ها و امیدوارم که موفق باشید و اولین بار معرفی شدید از این دریچه به هموطنانمون در همه جا. خیلی ممنون از شما، متشکرم. مرسی از شما، متشکرم. مرسی.